اواخر تیر ماه امسال بود که خبر صعود بروکپیک سرد گرمای تابستان را لذت بخش و ناب ساخت. پویا کیوان، آیدین بزرگی و مجتبی جراحی، سه کوهنورد جوان ایرانی افتخار ساختند بر بلندای هیمالیا و پرچم سرزمین ایران را در ارتفاع 8000 متری برافراشتند. چشم‌ها گویی که فتح خودشان باشد مسیر تازه گشوده جدیدی را نظاره می کرد که قرار بود این ورزشکاران از آن بازگردند، اما هرگز چنین نشد. کام برد نبرد با کوه به بهت عظیمی تبدیل شد که گامها را سست می ساخت و دلها را غمگین. اسمشو که منم بختم بوده. یکی از دوستامون، یکی از کوهنورده خیلی خوب ایران رو داریم میگیریم، پویا کیوان، که واقعا الان جاشو خالی میبینیم بین خودمون. همه ما احساس میکنیم هست و هیچکی باور نمیکنه که واقعا رفته و پیش ما نیست. یادش گرامی. این غم همیشه با ما هست به خاطر اینکه فراغمون رو واقعا داریم احساس میکنیم، ولی سعی میکنیم که تو دلمون یاد و خاطرمون و بچه های دیگه مثل مجتبی، مثل آیدین، رو واقعا تو دلمون زنده نگه. تولد تنها از آن مانده ها نیست، گاه مبارکی قدم عزیزی بهانه است برای بزم تلخ مانده ها که درد بیخ گلو مانده را فریادی شود. چهارم مهر ماه امسال نیز خانواده و هم نوردان پویا کیوان جشن تولدش را در دل کوه، جایی که پویا به آن تعلق دارد، برپا کردند تا یاد ماندگارش را زنده کنند. هرگز هم نقش تو از لوح دل و جان نرود. پویا عزیز، تولدت مبارک. فقط میخواستم بگم که همیشه تو قلب و روح و جسم تک تک ما هستی. پویا جون، تولدت مبارک. اینقدر برام عزیز بودی که با این قلب عمل کرده به یاد تو تا اینجا اومدم بالا و امیدوارم که بتونم تو بالا با بچه هم برم. پویا تولدت مبارک. مسیر انتخاب شده مسیری بود که اغلب روزها پویا آن را می‌پیمود و در اواسط مسیر، جایی که به پنجره خانه مشرف بود، برای مادرش دستی تکان می‌داد. فوری کوله آب این گرفت دستش و را می‌افتاد این منطقه. می‌گفتم مامان از پنجره به من دست کن بده. تفک بارها وایساده بود اینجا، دست کن میداد، ولی من یا یادم رفته بود یا دیگه خسته شده بودم رفته بودم سراغ کار خودم. ولی بارها دیدم دست کن دادن منو از تو اون پنجره میدید و اینم دست کن میداد و میرفت یه چین کلاغو برمیگشت. به قول خودش از اتاق میرفت بیرون تا برمیگشت به اتاق دو ساعت بیشتر طول نمیکشید. هر صد خوشحالم جمعی که جمع شد دوستان نیستن که تماما دو دوره 6-7 ساله کوه پویا باز بودن. بچه های گروه پاسفیک هستم، سال 90 بچه های گروه دماوند، تمام دیبارهایی رو که باش رفتن، اولدهایی رو که باش رفتن محبت کردن، اومدن امروز دو جمعین رو که داشتیم سال گذشتن با همین دوستان برنامه رو داشتیم که همشون خوشحالم جمع سالم هستم باش. پویا واژه ژرفی است که گاه جای اسم نیز شمرده می شود و اما تعبیر آن برای آنان که می شناختندش تنها قابل وصف در عبارت و یک جمله نیست. یاد پویا همیشه با لبخندهایش جاوید با. لبخند پویا همیشه اشکامو خشک می کنه. پویا نماد استقامت بود، نماد شهامت بود. همیشه حسرت زندگیشو میخورم، حسرت جسارتش و فشخش. پویا چیزی که
فکر کنم همه به یاد بیارن بیشتر همون خندش و امیدشه. برام خیلی عزیز بودی، خیلی خیلی عزیز بودی، نه به خاطر اینکه فامیلم بودی، به خاطر اینکه شخصیت بالایی داشتی. این روزو به خاطر داشته باشیم، به هر صورت این تکرار میشه سال یه بار. امیدوارم جمعت کنم سال ببینیم. جاودانند آنان که در بازی زندگی مسیر پیروزی را برگزیدند، آنان که یادشان از دلها برون نخواهد رفت. مجتبی، آیدین و پویاهای بسیاری دارد این سرزمین که حضورشان برایمان به مبارکی است. باشد که نامشان را پاسدار باشیم. خدا حافظ ای شهر شب پای روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقانه، خدا حافظ ای آبی روشنه.